توهین زهرا نادری به دستار و چادری. خانم فرخنده زهرا نادری، مشاور سابق رئیس جمهور غنی، طی یک اقدام بی سابقه به دستار و چادری که دو نماد شناخته شده مذهبی و فرهنگی در جامعه افغانستان است، توهین و تحقیر کرده است. خانم زهرا نادری که دختر سید منصور نادری است، که خود در انتخابات پارلمانی گذشته با استفاده از نماد چادری به پارلمان رای یافت، اکنون طی یک نمایش به چادری و دستار که اردو تنها نماد فرهنگی نه، بل ریشه در عمق باورهای مردم دارند، به گونه مسخره آمیز توهین کرده است. در تصاویری که نشر شده است دیده می شود که یک بار چادری و دستار را در قفس بزرگ زندانی کرده و بار دیگر آن دو را اعدام کرده است، چیزی که توهین آشکار به ارزش های مردم و خندیدن مسخره کردن احساسات ملی، فرهنگی و دینی مردم به شمار می رود. از اینکه در کشور ما برخی از آداب و رسوم ناپسند وجود دارد، کسی نمی تواند انکار بکند. اما پرسش این است که آیا راه مبارزه با آن یا اصلاح آن توهین و به مسخره گرفتن آن و احساسات مردم است؟ گفتنی است که زهرا نادری از زنانی است که در پروژه کلان خانم رئیس جمهور غنی به نام پروموت کار میکرد و بعد از آن که پدرش به تکت انتخاباتی عنیف اتمر رفت، اکنون او نیز از آنجا برطرف شده است. زهرا نادری در حال به دستار و چادری توهین کرده است که خودش از طریق چادری به پارلمان رای یافت و پدرش نیز یکی از دستاربندهای کلان افغانستان است.